سلامی گرم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیا بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات بسیاری هست، مسئله و نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی و عکس عمل کارگران و جامعه. رأی ما سرنگون است و همینجور اخبار مربوط به نیشکر هفت‌تپه، این سنگر مهم جنبش کارگری. آخرین مباحث چی هست؟ اعتراضات از معلمان، از بخش درمانی، از کارگران شهرداری و اولتیماتوم کارگران نفت که قبلا دادن، خوب یادآور بشیم، و همینطور کارگران مترو. اینا مسائل مختلفی است که سعی میکنیم پوشش بدیم. همینجور احضارها و دستگیریها و کارزارها. و همینجا جا داره اعلام کنم که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو چهره سرشناس جنبش کارگری که به خاطر شرکتشون در روز جهانی کارگر دستگیر شده بودن، در 26 اردیبهشت ماه دستگیر شدن، آزاد شدن. آزادی این دو عزیز رو به اونها و به خانوادهشون و به همگان تبریک میگم. اجازه بدید برم سراغ موضوعات برنامه. از مسحکه انتخابات جمهوری اسلامی شروع می کنم. در واقع مردم رأی خودشون رو در کف خیابون سال هاست که دادند. بس رساتر از هر وقتی در خیزش آبان ماه دادند، وقتی که شعار دادند جمهوری اسلامی نابود باید گردد. و امروز همون صداست که ما داریم می شنویم و پیش قراولان اون مادران دادخواه هستند. مادران بسیاری تا کنون پیام دادند، از مادران جانباختگان آبان ماه گرفته تا دهه 60 و فرانگیز مظلوم مادر سهیل عربی که فرزندش در زندانه، همه و همه پیام دادن و میگن ما رأی نمیدیم، رأی ما سرنگونیه جمهوری اسلامی و رأی ما نابودی جمهوری اسلامیه. بر در دیوار هم که نگاه میکنید شعارهای رأی ما سرنگونیه، نابود باد حکومت اسلامی، مرگ بر حکومت ضد زن، زنده باد سوسیالیسم. اینها شعارهایی که نوشته شده و همینها داره نشون میده که جامعه در چه حال و هوایی است. در کف خیابون بازنشستگان در تجمعات گسترده خودشون گفتن ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. و همونجا گفتن قبلا هم رأی ندادیم. کارگران نیشکر هفت‌تپه گفتن که پاسخ ما به مسحکه انتخابات، اعتراض ما علیه سه‌قوه است، تجمع ما مقابل فرمانداریه با دو خواست اضطراری حق آب و پرداخت فوری دستمزد و برخواستامون تاکید میکنیم. و امروز که من این برنامه رو میبندم، 20 خرداد ماه هست، خبرها که از اینه که رئیسی جلاد به هفت‌تپه رفته. خب اینا خیلی سعی کردن عکس بگیرن با کارگران نیشکر هفت‌تپه، از اعتبار کارگران نیشکر هفت‌تپه و مبارزات این کارگران پشتوانه‌ای درست کنن برای تبلیغات خودشون. و رئیسی یکی از جلادترین، جنایتکارترین، ضد کارگرترین، ضد انسانترین مهرهای جمهوری اسلامی و منفور عضو کمیته مرگ خمینی که هزاران انسان به دست این جنایتکار حکم قتلشون داده شد، حالا مرتبا در کنار کارگر میخواد عکس بگیره. به خاطر مقام و موقعیتی که جنبش کارگر امروز در سطح جامعه داره و حکم نابودی کل این شرایط بردوار داده و داره جامعه آزاد و انسانی، داره سوسیالیسم در کف خیابون فریاد میزنه و این استیصال حکومتی، این استیصال که مهرهاشون به این تو این وضعیت میفتن. رئیس به هفت‌تپه رفته. کارگران تو پیامی که در یکی از پیامهاشون دادن میگن خب ما اگر مبارزه و ایستادگی نمی کردیم، شما هیچ کدامتون به فکر خلعیت از این فاسد ابر اختلاسگر نبودید. حالا چرا هفت‌تپه را گوشت قربانی می کنید و هر کسی می خواهد با هزینه مبارزات کارگران هفت‌تپه مدالی به سینه خود بزند؟
میگویند رئیسی احتمال زیاد به هفت‌تپه میآید. آقای رئیسی چرا الان میایی هفت‌تپه؟ چرا وسط تابستان و اعتصاب سه ماه ما نیامدی؟ چرا زودتر دست منصوبینت در قوه قضاییه را که همه در خدمت اسد بیگی و بر علیه کارگران بودن کوتاه نکردی؟ چرا قبل از انتخابات نیامدی خوزستان و هفت‌تپه؟ حالا لازم حکم خلعیت سریعتر اعلام شود؟ لازم است انتقال مالکیت و مسائل شرکت فوراً حل شود؟ لازم است حقابه بدون فوت وقت تامین و از نابودی هفت‌تپه جلوگیری شود؟ لازم است گروگانگیری دستمزد کارگران توسط اسد بیگی فوراً خاتمه یابد و دستمزدها سر وقت پرداخت گردد؟ اینها وظایف شماست. اگر اینها را فراموش کردید و برای تبلیغات انتخاباتی میایی هفت‌تپه، نیایی بهتر است. این پاسخ محکمی که کارگران نشکر هفت‌تپه به این مسحکه ها دارن میدن. مورد نمایش انتخابات جمهوری اسلامی و اون فضای پر از خشم و نفرت، پر از دادخواهی، فضای سرنگونی که به واقع ادامه آبان 98 است، با این تفاوت که جامعه داره سازمان یافته تر به تدارک انقلاب خودش میره، تو این فضا صحبت میکنیم. یکی از کارگران نفت پیامی داده. پیام این کارگر رو و همطور پیام دوست دیگه ای رو که برای این برنامه فرستادن رو پخش میکنیم و بعد برنامه رو دنبال میکنیم با مسائل دیگه ای از نیشکر هفت‌تپه. سلام خدمت هموطنان عزیز. من یک کارگر نفت هستم. مثل همه کارگران زیر فشار کار و زندگی و بی تأمینی زندگیم در حال نابود شدن است. از استثمار و چپاولگری و بساط سرمایه داری خسته شده ایم. تا کی باید رعیت باشیم؟ تا کی باید تو سری خور باشیم؟ رأی ما فقط یک چیز است. رأی ما سرنگونی است. رأی ما آزادی و برابری است. رأی ما سوسیالیسم است. و اینکه کسی بالای سر ما تصمیم نگیرد. ما نمیخواهیم برده و رعیت باشیم. رأی ما اداره شورایی است. سپاس از شما. با سلام، رأی من سرنگونی جمهوری اسلامی، تحریم انتخابات، رأی بی رأی، زنده باد سوسیالیسم. و اما به ادامه خبرها از نیشکر هفت‌تپه بپردازیم. به دنبال پیروزی این کارگران در خلعیت از اسد بیگی، جمهوری اسلامی باند مافیایی خلعیت شده اسد بیگی به سختی در تقلان که انتقام بگیرن از این کارگران. حق آبه رو 80% کاهش دادن. از اول سال جاری حقوقی به کارگران ندادن. حتی تهدید جانی هم میکنن. و همینطور فضا را امنیتی کردن و به این ترتیب زیر فشار قرار دادن. از سوی دیگه با تشبثات مختلف سعی میکنن از اعتبار این کارگران استفاده کنن. همینطور گفتم ستاد رئیسی رو راه میندازن. از هر اعتراض ما میدونیم گرایشات مختلفی هست، نیروهای مختلفی هست. از وجود اون افرادی که فکر میکنن از خشم دولت و زد و بندش با اسد بیگی شاید یک چیزی بهشون برسه از جناح دیگه حکومتی، از وجود اینا استفاده میکنن. مثلا جواب اون رو همین امروز دیدید که چطور کارگران هفت‌تپه دادن. جواب اونو دیدید که کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردن که پاسخ ما تجمع مقابل فرمانداری هست علیه سه قوا. این پاسخ کارگرانه و با همین پاسخ همکاران خودشون رو هم که به دام این نوع تشبثات میفتن اونها رو هم نجات میدن حقیقتن، چون اینا کارگرن، اینا زیر فشارن. این وضعیت و خبرهایی هست که در هفت‌تپه ما شاهدش هستیم. در این حال کارگران دارن تجمعات خودشون رو برپا میکنن مقابل فرمانداری با دو خواست اضطراری حقابه و دستمزد و تاکید بر دیگر خواستاشون بازگشت به کار کارگران، اخراجی از جمله اسماعیل بخشی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بسته شدن پرونده ها که از جمله بر آزادی سپیده غلیان و بسته شدن پرونده وکیل خود فرزانه زیلابی تاکید کردن. از تجمعات این کارگران در 15 خرداد ماه بود که پنجمین روز تجمعشون با همین مطالبات و خواستا بود.
نیشکر هفت تپه سنگر مبارزات کارگرانه، با تمام قدرت باید حمایت و پشتیبانی کرد، موقعیت اضطراری داره. جمهوری اسلامی سعی میکنه با مخدوش کردن مبارزات این کارگران اون همبستگی مردمی رو تضعیف کنه، بین این کارگران تفرقه ایجاد کنه و ما نباید بذاریم. طور که آقا کشان وابسته به اسد بیگی و اینا رو به جون کارگران انداختن، خنیفه رو ضرب و شتم کردن، اونا رو 5 نفر رو دستگیر کردن ولی بعد آزاد کردن، و همین بهانه قرار دادن اینکه اینها در ستاد رئیسی هستن استفاده میکنن برای یه همچین فضای از درگیری ایجاد کردن در شرکت و سایه انداختن بر پیروزی تاریخی این کارگران. و کارگران به درست با هوشیاری ایستادن، چاقو کشی و این نوع لومپنبازی رو محکوم کردن و در این حال اعلام کردن به روشنی که پیگیر خواستاشون هستن و هیچ کدوم از این مسائل انتخابات و مسحک انتخابات اینا به اونا ربطی نداره و پاسخشون به رئیسی هم روشن است. میگن اگر میخوای تبلیغات انتخاباتی تو اینجا ادامه بدی بهتره نیایی، و میگن ما این خواستار رو میخواییم و مطالباتشون رو محکم میکوبن. کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کردن که اداره کارخونه یا نظارت بر کارخونه، و گفتن فوراً باید وضعیت مالکیت این کارخونه روشن بشه و به همین ترتیب بر شورای خودشون تاکید کردن و در مقابل شورای اسلامی شورای خودشون رو همواره مبنا قرار دادن و به اتکای قدرت شورای خودشون مبارزاتشون رو به جلو بردن. زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه. بریم سراغ خبر دیگه. خبر دیگه مربوط به تجمعات معلمان است. در 18 خرداد ما بار دیگه جمعی از معلمان مدارس غیر انتفاعی با خاص استخدام از سوی آموزش پرورش مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. خبر دیگه هم در 17 خرداد ما جمعی از مربیان پیش دبستانی شهرستان ایزه با خاص استخدام در آموزش پرورش مقابل استانداری تجمع کردند. لپی میبینیم از این دو تجمع و برنامه رو دنبال میکنیم. مربیان پیش دبستانی 97 شهرستان ایزه به دنبال بی‌توجهی خواستگاری های مدیران و مسئولین شهرستان ایزه، اداره کل، استانداری و دادن وعده وعید های پوچ و توخالی همچنان ادامه دارد. در جریان مبارزات کارگران نفت هستید، دور جدیدی از اعتراضات اونها در 5 خرداد ماه تجمعی داشتند در شهرهای مختلف، در تهران، اهواز، عسلویه، همینطور گشتساران، آبادان، نفت فلات قاره بهرگان، نفت فلات عملیاتی لاوان، سکوی مجتمع دریای ابوذر، قبل از اونم در 20 اردیبهشت تجمع داشتن. به دنبال این تجمعات التیماتوم دادن، گفتن که اگر خواستشون جواب نگیره تا اول تیر ماه برای 9 تیر ماه دوباره تجمع خواهند کرد، و کارگران غیر رسمی هم اعلام حمایت کردن از این مبارزات. خواست اینها و اعتراض اینها به نحوه افزایش حقوق هاست اونو تعرض به زندگی و معیشت خودشون میدونن، همینطور مالیات های سنگینی که بر کارشون بسته میشه و ناامنی محیط کارشون، و اینها مشترکه برای همه کارگران نفت. و در اینا کارگران غیر رسمی هم در بیانیه‌هاشون بارها اعلام کردن که باید قوانین ویژه اقتصادی لغو بشه، دست پیمانکاران کوتاه بشه، و این دو مسئله مستقیما به کارگران رسمی هم مربوط هستش. همینجور خواهان امنیت شغلی شدن، دائمی شدن قراردادهاشون و بالا بردن استاندارد درمانی و زیستی در مراکز نفتی و امکانات رایگان در اختیار همه کارگران قرار بگیره.
اینها از جمله مطالباتی که اعلام کردن و در این حال تشکل، تجمع حق مسلم خودشون میدونن و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات. این مبارزات در واقع ضربه زده به اون فضای امنیتی که در نفت بوده و امروز میبینیم هزاران کارگر نفت دارن به قدرت به جلو میان و این اتفاق مهمیه و این بستر اعتصابات سراسری در واقع در سطح جامعه است که در کنار مبارزات دیگه جایگاه بسیار مهمی پیدا میکنه. اما خبرهای دیگه، خبر دیگه در مورد تجمعی است که از سوی کادر درمانی یکی از بیمارستان ها صورت گرفته که کلیپی داریم از این تجمع. اون کلیپ رو میبینیم و برنامه رو دنبال میکنیم. که دیدید از تجمع کارکنان پایگاه سلامت بود در مقابل وزارت بهداشت در تهران در 19 خرداد که شعارهاشون رو شنیدید و فریاد اعتراضشون رو. اما اعتراض دیگه در رابطه با کارگران لوله‌سازی احواز است که مقابل استانداری خوزستان تجمع کردن. 250 کارگر اون از کار بیکار شدن، زیر فشار معیشتی قرار دارن. در 19 خرداد ما تجمع کردن و در مقابل ساختمان استانداری و خواهان مطالبات معوقه خودشون هستن، شفاف سازی شرایط شرکت هستن، یعنی در واقع شفاف سازی دوزی هایی که پشت این وضعیت هست و خواهان اینکه دوباره تولید به راه بیفته و کارگران بیکار به سر کار خودشون بازگردن. خبر مهمیه. اما اعتراضات دیگه باز در رابطه با کارگران شهرداری در کتب دولاه هستش که این کارگران تجمع کردن به خاطر اخراج همکارانشون و خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی خودشون شدن. همینجور تجمع دیگه هست، اعتراض دیگه هست از طرف کارگران شهرداری اهواز که در اهواز هم 9 نفر از کارگران اعتراضاتی که داشتن به خاطر تعویق پرداخت دستمزدشون و قراردادهای بردهوار کاریشون، اونها 2 نفرشون هنوز در زندانن، 9 نفر بازداشت شده بودن. کلیپی میبینیم از تجمع کارگران شهرداری کتب دولت. دیگه خرداد کارگران شهرداری کتب دولت جمع در دستان رو اصادیم به خاطر دستامون که حال 3 روز بازداشت هستن که متوجهیم که اونها را از بازداشت بیارن دادگاه و ما هم جمع در دادگاه هستیم با برج 9 پارسال با تسلیح حساب را باز نکردن، برج 11، 12، 1 و 2 همش از حساب را باز میکنن، موی که احتساب میکنیم و از حق و حقوقمون دفاع میکنیم ما را بازداشت میکنن. کارگران کتب دولت در 17 خرداد ماه تجمع کرده بودن برای آزادی همکارانشون. خب بریم سراغ اخبار احضارها و دستگیریها و کارزارها. همونطور که اول برنامه گفتم محمود صالحی و عثمان اسماعیلی آزاد شدن و این خبر بسیار مهمه. آزادی این عزیزان بار دیگه تبریک میگم. اونا 26 اردیبهشت دستگیر شده بودن، به ترتیب به 2,000,000 و 4,000,000 جریمه محکوم شده بودن. چون جریمه رو نپذیرفته بودن به اونا حکم زندان دادن و در این مدت در بازداشت به سر بردن و بعد از 25 روز حبس آزاد شدن. خب محمود صالحی با توجه به کسر روزانه 100,000 تومان جریمه حکم آزادی صادر شد و بعد عثمان اسماعیلی مبلغ 2,500,000 تومان جریمه تا 25 روز کسر شد و بعد از اون به دلیل آزادی محمود صالحی و فشار دوستانش بالاخره اون مابقی جریمه اون پرداخت شد و اون هم آزاد شدش. کمپین بزرگی برای حمایت در حمایت از این عزیزان به پا شد. تو مورای اعتراضی بسیار به راه افتاد. تو سطح بین المللی اتحادیه 5 اتحادیه کارگری در فرانسه و همطور ITUC و IUF پیام دادن، محکوم کردن و به این شکل این اعتراض، این کارزار در واقع
تأکید بر حق برگزاری مراسم اول ماه مه و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات و اعتراض علیه زندان و دستگیری و این فضایی است که جمهوری اسلامی به راه انداخته، به خصوص بعد از برگزاری اول ماه مه با شکوهی که داشتیم، جمهوری اسلامی سعی کرد با دستگیری اون رو عقب بزنه، ولی در کنار در مقابله با اون ما با چنین کارزاری روبرو شدیم. مسئله دیگه اسماعیل عبدی است، معلم زندانی که در تیر ماه سال 90 با استناد به ماده 500 و مواد قوانین ارتجای خود و جمهوری اسلامی 10 سال حکم به اون داده بودند که به مدت 5 سال محکوم شده بود و این 10 سالش تعلیقی بود، ولی بعدن همون 10 سال رو اجرایی کردن علی‌رغم اعتراض، اون رو در دستور گذاشتن. و بعد از با وجودی که اسماعیل عبدی حکم 5 سال خودش رو سپری کرده و بعد آزاد میشد، اون رو در زندان نگه داشتن و الان هم بهش مرخصی نمیدن، میگن باید 2/3 حبس خودش رو بگذرونه تا اینکه به اون اجازه یک سوم از دوران حبسش رو بگذرونه تا به اون اجازه مرخصی بدن و ملاقات های کابینی داره و به این شکل زیر فشار همسر اون مرتبا در این رابطه اعتراض کرده، اطلاع رسانی کرده و کارزار بزرگی از سوی خانواده اون و از سوی معلمان و در سطح بین المللی جاری هست. سازمان های سندیکایی فرانسوی هم اعلام حمایت کردن، همینطور عفو بین الملل. از حمایت های بین المللی گفتم، بعد نیست اینجا یک کلیپ ببینیم که در روز جهانی کارگر برای برنامه آنلاین فریدم نا، کمپین برای آزادی کارگران زندانی فرستاده شد و این کمپین از طرف کیو پی بود، مسئول کمیته بین المللی کیو پی که در کانادا، اون رو ببینیم که در اون خواهان تحریم جمهوری اسلامی میشه و حمایت خودش از کارگران در ایران اعلام میکنه. این گفتمانیه که ما در سطح جهانی جلو میبریم، بایکوت جمهوری اسلامی به خاطر بیش از 40 سال جنایتش. کلیپ رو ببینیم و برنامه رو لحظات آخرش با هم خواهیم بود. On behalf of QP, with 100,000 members, I congratulate the workers and the people in Iran on the 1st of May. And we express our solidarity with the struggles the workers in Iran and the imprisoned workers have to go through. We always follow your issues through the Freedom Now campaign to free jailed workers in Iran. We are aware of the regular violations of the most basic workers' rights by the Islamic regime of Iran. We are aware of the harsh prison sentences for workers, teachers, and social activists of Iran. And it is a shame that workers are being sentenced to flogging, and this inhumane sentence is carried out because of protesting activities or even for celebrating May Day. We are aware of the struggles and difficulties that you go through for the protection of your basic rights and for the protection of your life and livelihood. We have always followed the news of your strikes and protests. For example, in Haftape Sugarcane Company or the oil and petrochemical refineries and so on. We call for the complete abolition of the death penalty and the heinous flogging in Iran. We believe a government that treats people and workers in such a brutal way must be expelled from the ILO and be isolated internationally. We reaffirm our strong support for the workers struggling in Iran and their basic rights. Long live international worker solidarity. آخر برنامه است. از وقت خود ما البته کمی بالا زدیم. مهمه این خبر رو به اطلاعتون برسونم. اسماعیل گرامی از معلمان بازنشسته به 5 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و 2 میلیون جریمه نقدی محکوم شده. واقعا ننگ بر این حکومت و این جنایتکاران. همین حکم کافیه که جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی باید بایکوت کرد. این حکومت شلاق، این حکومت زندان، این حکومت اعدام، این حکومت جاش پشت میز محاکمه است. اعتراض زیادی حول این حکم راه افتاده از میون خود بازنشستگان، نیروی اعتراضی وسیعی هستند و همینطور از سطح جهانی. ما به سهم خودمون سعی میکنیم این صدا رو جهانی بکنیم. مازیار سید نژاد فعال کارگری روز 17 خرداد ما دستگیری شد که اعتراضات بسیاری بر سر این موضوع هستش و
همینجور ناهید فتلیان معلم بازنشسته در بند زندان ابین اعلام شده که تست اون مثبت بوده و اون به کرونا مبتلا شده و این باز صدای اعتراضی بسیاری در میان معلمان روبرو شده. و آخرین خبر این که عفو بین الملل خواهان آزادی حبیب و وحید افکاری از زندان شده. برادران افکاری که ما کارزاری رو برای اون به راه انداختیم و تو سطح بین المللی اکسیونهای اعتراضی داشتیم، حمایت های بین المللی با خودمون همراه داشتیم. فریدم نا کمپین برای آزادی کارگران یکی از نیروها این کارزار بودش و ما این رو با قدرت به پیش میبریم. عفو بین الملل از همه مردم خواسته که به این مسئله اعتراض کنن و خواهان آزادی فوری اون بشه. با گسترش اعتراضاتمون باید در مقابل این سرکوبگری ها گستاخی های جمهوری اسلامی ایستاد و رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی، رأی ما آزادی بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی، رأی ما بایکوت جهانی جمهوری اسلامی. برنامه به پایان رسیده. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.